پرزیدنت ترامپ در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود که در حاشیه مراسم 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول انجام می شود، ضمن گفتگو در مورد ایران و سوریه بر ادامه کمک‌های عادلانه آمریکا به پیمان دفاعی ناتو تاکید کرد. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ که از هنگام ورود به کاخ سفید در 2 سال پیش بر ضرورت بر عهده‌گیری بخش بزرگتری از هزینه‌های ناتو توسط کشورهای اروپایی تاکید کرده، در دیدار دیروزش با رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر تاکید بر عادلانه بودن سهم اعضا را تکرار کرد. ما می‌خواهیم به اروپا کمک کنیم، اما باید عادلانه باشه. الان آمریکاست که بخش اعظم بار مالی رو به دوش داره. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ناتو در مقابله با تروریسم در جهان دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است. من و پرزیدنت مکرون در مورد مقابله با تروریسم نیز گفتگو کردیم. دنیا از این لحاظ وضعیت خوبی ندارد، اما آمریکا و اروپا در مبارزه با این پدیده شوم موفقیت‌های زیادی داشتند. آقای مکرون نیز میگوید پیشنهاد او برای تأسیس ارتشی برای اروپا با هدف کاهش فشار مالی ناتو برای آمریکا انجام شده است. ما باید به شکل بهتری فشار مالی را تقسیم کنیم. به همین دلیل به نظر من بهتر است توانایی دفاعی اروپا برای دفاع از اروپا افزایش یابد. درست مثل رئیس جمهوری آمریکا که برای دفاع از یکی از ایالت‌های خود از کشورهای اروپایی کمک نمی‌گیرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت با همتای آمریکایی که خود در مورد مسائل خاورمیانه نیز گفتگو خواهد کرد. آمریکا و فرانسه قدیمی ترین متحد یکدیگرند و امروز علاوه بر مسائل استراتژیک در مورد ایران، سوریه و نظم بین‌المللی نیز گفتگو خواهیم کرد. مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا هم روز شنبه با ژان ایو لودوریان همتای فرانسوی خود در وزارت خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. ژنرال بازنشسته جان کلی رئیس کارکنان کاخ سفید و ژنرال جوزف دنفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز روز شنبه از گورستان ایمارن، آرامگاه 2300 تن از تفنگداران آمریکایی کشته شده در جنگ جهانی اول بازدید کردند. این گورستان نزدیک تپه بلو در شمال فرانسه و محل نبرد جنگل بلو یکی از خونین ترین درگیری ها در جنگ عالمگیر اول است و ژنرال کلی و ژنرال دنفورد هم تاج گلی نثار این آرامگاه کردند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.